فخری عبودیاب فلسطینی 62 سال پیش در این خانه در منطقه سلوان در بیت‌المقدسی شرقی در محله بنام بوستان به دنیا آمده است. اما اول امسال مقامات اسرائیل خانه او را ویران کردند و گفتند که آن را بدون اجازه وصی کرده است. حالا فرزندان و نبیره هایم در بیرون از اینجا خانه به اجاره می گیرند. اما من در اینجا یک حجره و حمام ساختم. حالا آنها به من می گویند که همش تخریب می شود. به کجا روم؟ جای رفتن ندارم. بی سرپناه می شوم. عبودیاب می گوید او و همسایه هایش در بیت المقدس شرقی بارها تلاش کردند که اجازه ساختمان بگیرند، اما اسرائیل همیشه درخواست های آنها را رد می کند. به قول او اسرائیل قصد دارد تقریبا 100 خانه را در محله آنها ویران کند. دولت اسرائیل می گوید که این زمین برای بنیاد یک باغ استفاده خواهد شد. در منطقه دیگر در سیلوان بطنال هوا وضع مرکب تر است. یهودیان یمنی در آخر عصر 19 اینجا مسکن گرفتند، ولی بعد از آشوب های عرب ها در سال های 1930 این مکان را ترک کردند. طبق قانون های اسرائیل مالکیت بیت المقدس که قبلا در دست یهودیان بود می تواند دوباره به آنها برگردد. حتی اگر فلسطینیان زمین را خریده باشند هم آن را باید ترک کنند. زهیر رجبی فعال فلسطینی می گوید خانه او در میان 87 خانه در این منطقه است که قرار اخراج آنها صادر شده است، زیرا اسرائیل گفته است که اموال زمانی به یک سازمان خیریه یهودی تعلق داشت. ما خانه ها را ندزدیدیم بلکه خریدیم، حجت هم داریم. پدرم این خانه را سال 1966 خریده است و ما از همان سال در اینجا زندگی میکنیم. وقتی که با برادرانم سال 2015 قرار خارج شدن از خانه را گرفتیم، حیران شدم. برای چی؟ رجبی میگوید او و همسایه هایش از دست 40 آیله مهاجر یهودی که به این منطقه آمدند و حکومت آنها را کمک میکند، عذاب میکشند. و گفت سازمان یهودیان شهرک اتیرت کاخنیم چند دفعه به او پول کلام پیشنهاد کرده است تا خانه را ترک نماید، ولی او همیشه رد می کرد. نمایندگان اتیرت کاخنیم می گویند کوشش خریدن اموال و برگردانیدن یهودیان به این منطقه کاری غیر قانونی نیست. اصلا در اینجا پادشاهان و انبیای مردم یهودی، تاریخ و میراث آنها ظهور کرده است. سازمان های حقوق بشر اسرائیلی سعی کردند فلسطینی های بیت المقدس شرقی را که حدود 40% جمعیت شهر می باشند از فرمان های حکومت اسرائیل درباره اخراج و ویران کردن منزل هایشان حمایت کنند. آنها می گویند تلاش ها به ضد فلسطینی ها در یک سال اخیر در حال افزایش یافت که توجه جهانیان به نوار غزه روانه شده است. ما راه های جلوگیری از عمل حکومت اسرائیل را پیدا می کنیم، اما نابرابری قدرت به نفع ما نیست. در سال گذشته نزاع عرب‌ها و اسرائیلیان در بیت المقدس کمتر بود، اما شمار افزاینده تخریب خانه‌های فلسطینیان و اخراج آنها می‌تواند دیگر باره باعث تشنج در این شهر شود.